زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم، باید دری به خانه خورشید باز کرد. سلام تقدیمتان میکنیم دوستان گرامی، ساکنان کشور خورشید. خوشحال هستیم که باز هم در شب دیگر و در فرصت دیگر 35مین برنامه کشور خورشید را در جمع شما آغاز میکنیم و خوشحال هستیم که در همین آغازین دقایق علاقمندان برنامه کشور خورشید به جای ما پیوستند. جیلا جان عزیز خیلی خوش آمدین، مرضیه جان سرآمد گرامی، سایلا جان نازنین، خوشحال هستیم که شما را در آغازین دقایق میبینیم و همچنان سایر دوستان ما که یکی یکی اضافه میشن و جمع همراهان خوب برنامه کشور خورشید در کنار شما هستیم. موضوع صحبت امشب ما دوره دوم حکومت کمونیست ها و اشغال افغانستان توسط شوروی هست. مهمان ویژه ما جناب آقای علی عطایی، نویسنده و شاعر مهاجر افغانستانی. بازم خوش آمدید میگم خدمت همه شما دوستان عزیز و امشب برای آغاز جلسه دعوت میکنیم از ساحل جان عزیز، دخترامه اندیشمند و خوش ذوق استاد کاظمی، ساحل جان عزیز، ساحل جان اطمینان در جمع ما هستند. ازشان میخواییم که تقاضا بتن برای پیوستن و برای آغاز جلسه شعری دارن که از ایشان میشنویم و بعد از او باز در خدمت استاد محمد کاظم کاظمی خواهیم بود با موضوع دوره دوم حکومت کمونیست ها. اجازه بتین ببینیم که سایلا جان ما میتونیم دعوت بکنیم. هنوز تقاضا ندادن سایلا جان، اگر بتانین شما تقاضا ریکوست بفرستین برای ما راحت تر است که بتانیم شما را دعوت بکنیم. سایلا جان عزیز، استاد میخواین شما بیان کمک کنین بره؟ سایلا جان ما تقاضا فرستادیم، شما از دو طرف. بله، به 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 به، چشم روشن. خوشحال هستیم که برای آغاز برنامه کنار شما هستیم، در کنار شما و قرار است که از شما شعر بشنویم. عرض ادب و درود بر شما بانوی عزیز ما، زنی خانم و مسلمانهای عزیزم و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون. تشکر از شما که از ما دعوت کردیم، خیلی ممنون. تشکر از مادر جان که در سال 1358 یک سال بعد از کودتای کمونیستی شعر گفتن. بله، ولی حالا دقیقا برنامه کشور خورشید در این مناسبت برگزار میشه. دیروز هفتم ثور بود، سال روز کودتای کمونیستی، و امروز هم هشتم ثور، سال روز آغاز حکومت مجاهدین و شاعر ارجمند عمه جان ارجمند استاد کاظمی سرکار خانم افتخار اطمینان شعری دارن که سایلا جان عزیز دختر نازنین عمه جان بر ما میخوانند. میشنیم. خیلی ممنون، تشکر بسیار زیاد. کودتای ثور آمد، رنج و خاری را ببین، هر طرف هر سو نظر کن، آه و زاری را ببین. هان بپرس از مادری و از کشتن فرزند او، از دو چشم بی فروغش عشق باری را ببین. نو عروسان جمله از ماتم سیه پوشیده اند، زین سیه کاران دولت، زین سیه کاران دوران ظلم جاری را ببین. کودکان از بهر دیدار پدر در حسرتند، در دل معصوم آنان زخم کاری را ببین. پیر و برناشین خوشاهد در کمند ظلم و جور، در سلول تنگ زندان بیقراری را ببین. نی کسی آرام دارد در میان خانهش، هر کسی سوی گریزان شد، فراری را ببین. کی تواند هر کسی گردد زعیم کاروان، زین گروه بی کفایت ملکداری را ببین. از جفای خلقیان خلقی گرفتار بلا، ای دریغ از طاقت ما، بردباری را ببین. ای برادر
خیز از جا همت مردانه کن، کشورت برهان ذلت کامگاری را ببین. تا به کی در زیر یوغ غیر گردن می نهی؟ پیرو قرآن شو و الطاف باری را ببین. افتخارا چند می گویی از دست حسن، ملک ما گردد رها، امیدواری را ببین. خیلی ممنون. سلام به تمام. تشکر. تشکر. خیلی ممنون. و میخواستم بگویم که یعنی حال ماه رمضانه در سال 57 بود فکر میکنم، اولین سال شب عید رمضان پدر جان من رو بردن گرفتن آمدن، یعنی بدون دلیل نداشتی چی بردنشان، هم خوشبختانه فقط یک شب بودن و فرداش پس رهایش میکردن. و در این دوران دیگه خود شما میفهمین که چقدر از اعضای فامیل همه کی گرفته شدن، یک گدهشان پس بازگشتن، یک گدهشان متاسفانه هنوز هیچ خبر از اونا نداریم متاسفانه. من سویلاجان اتفاقا من خیلی دوست داشتم شما روایت بکنین همین موضوع، با توجه به ای که ما در این برنامه اتفاقا میخواستم بپردازم به همین که تقریبا همه کسانی که مخالفتی با دولت داشتن یا نداشتن، حتی بعضی ها فرد سیاسی هم نبودن، دولت تصور می اینها در معرض این تهدید قرار داشتن، همه بزرگان خانواده. و ما اتفاقا در این برنامه میخوام به سرنوشت مرحوم حاج آقای غلام حیدر سایی هم اشاره بکنم، که خب یکی از کسانی که در اونجا وضعیت بسیار دردناکی سرنوشته شد و به اون هم خواهم پرداخت. و بله، یا مرحوم حاجی کاکا اطمینان، مرحوم آقای سایی، پدر ما، عموی ما، همه اینا و پسر عموهای ما که بردن پسر عموی مادر جانم، بله اونها هم پسر عموی مادر جانم هم گرفتن، پسر عموی خود شما رو هم گرفتن. پسر عموی ما دو تا عبدالهیجان و قیوم جان هر دو رو بردن، مدت زندانی بودن. بله بله. و از کاکاهای برادرای اکرم جان دو تایشانه، یکشان در جمله بعد از اینی که لیست 5000 نفر که دادن، یک نام یک از اونا بود ولی یک دیگهش اصلا هیچ اثر هیچی نمیفهمند که کجا شد چکار شد چی. صرف به خاطر از این که با اونا مخالف بودی، نمیخواستی ایدیشان، نمیخواستی، دوست نداشتی که یعنی یک دولت غیر بیایه سر حکمرانی کنن کمونیستی، دست فقط دلیلش همه بود، هیچ دلیل دیگه نداشت، هر کسی که میخواستن نبودن. خیلی ممنون از شما واقعا. تشکر از شعر. یاد ما هست از روز خود روز کودتا، ما برای شما بگویم که ما کارماد او وقت مکرایان بودک، از وقتی که همی سرصده ها شد دیگه میدین که صدای تانک و توپ هست و دارن میرن میاین، نگاه کردم من خودم دیدم به چشم خودم وقتی که ساعت ارگر با توپ زدن عجب. و هم بله او رو دیدم، خودم ما دیدم و هم دیدم یک قسمت ساعت کلن ریخته بود. بله بله بله، اصلا ما هم وقت لحظه ای که زدنش من دیدم همون لحظه ره. و همچنان یک تانک در روبروی ارگ، یادم نیست که از کی بود و او را با آتش کشید شد رفت به هوا، یعنی دود و شعله همه رفت بالا که ما گفتیم که شاید این وزارت دفاع همش در گرفت. و میفهمین جالبش ای که روزی که 11 سپتامبر وقتی که من از تلویزیون فرو ریختن کاخهای نیویورک دیدم، یعنی همون صحنه های جنگ افغانستان، همون چیزایی که من دیده بودم دوباره بر من زنده شد. فکر کردم که دوباره میبینم همینا. خیلی سخت بود بر همین. بله بله، یکی از تانک های کمونیست ها بود، تانک های مهاجمین بود که حمله کردن، نیروی مدافع تانک زد و او کسی که در داخل او تانک بود هم کشته شد، که بعدا اسمش هم عمر بود، یکی از فرماندهان تانک شوروی بود، بعد یکی از مکاتب افغانستان که فکر میکنم لیسه نادریه ره، بعدا کمونیستا به اسم همون کسی که در تانک کشته شد به اسم عمر شهید اسم گذاشتن.
که مکتبش هم در اون پارکی پروان نزدیک خانه شما بود. بله 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 دقیقا. خیلی ممنون، تشکر بسیار زیاد. دیگه سوال دیگه دارن؟ چیز دیگه میخواید؟ ما زنده اونجا بودیم دیدیم، و یک هفته دو هفته قبل هم شما راجع به سه عقرب گفتین. سه عقرب رو ما دیدیم، ما بودیم هم اونجا. آه بله، سنف چهار پنج مکتب بودیم. وقتی که آمدن بالاخره همچین از پوهنتون شروع شد. بله. از پوهنتون که آمدن، چون مکتب ما مکتب تجربی بود، میگلی جان با ما یک جایی بودن، ما با هم یک مکتب درس نخوندیم. از اونجا شروع شد، ما هم ما رخصت کردن و آمدیم پیش ایستگاه سرویس که استاد شدیم. یعنی دیدن که همه بچه خوردو ها دیگه، همه ما خورد بودیم. موتروانا و اینها دیگه هر چیز زود ما رو به سرویس بالا میکردن که هر زودتر ما بریم به خانه ها برسیم. یا از اونجا او رو دیدیم، او رو دیدیم همشه هم همشه هم انقلاب یس، هم داود خان رو، هم اینا رو، همشه با هم خود ما تاریخ زنده. خیلی ممنون، تشکر. من وقت شما رو نمیگیرم. تشکر بسیار زیاد، خیلی خوشحال شدم. تشکر بسیار زیاد، خیلی ممنون. او با خوش و آرام باشه. من باید از اینجا خدا کجاشو بزنم که برای این بیرون شد. اوکی تشکر از شما و خاطر شروع برنامه زینب جان، و من مستقر بشم همون چای منم باز اگه آوردی بیا. خب تشکر از دوستا، در خدمت شما هستیم و میشنیم برای دوستا مکاتبی که در مورد بحث امشب هست و دوره دوم حکومت کمونیست در افغانستان. خیلی هم گپ داره در این قسمت در این مورد، و خدا کنه که به یک برنامه جمع بشه. اگر هم نشد میریم به یک برنامه دیگه انشاءالله ادامه میدیم. مثلی که هنوز قطع نشدن شان، و یک بار اگه ممکنه شما از اینستاگرام خارج شین دوباره برگردین. چشم چشم چشم. خب تشکر از زینب جان و سهیلا جان عزیز، دختر عمه ما و عمه گل گرامی، به خاطر یه شعر خوبی که از اینها شنیدیم. و دیگر دوستان در اینجا اتفاقا مهری جان خواهر عزیز ما اشاره کردن به بعضی دیگر از اقوام که در امو زمان برده شدن و بعد دیگه هیچ خبری از اونها نشد. یعنی اینطوری بگم خدمت شما، تقریبا خانه و خانواده نبود که از او یا کسی مستقیم از خود اعضای خانواده یا کسی از بستگان اونها از بین نرفته باشه در این جریان، یا زندانی نشده باشه، یا بعدا کلا مفقود الاثر نشده باشه. و بسیاری کسا در معرض این اتفاقات بودند. مرحوم حاجی کاکای ما، حاجی غلام رضا، حاجی محمد آقا نزدیک بود، کسی آمده بود دنبال اینا که اینا رو ببره، یعنی زندانی بکنه، و اتفاقا همودن به دفتر خودشان نبودن، و بسیار کسان دیگر از همین قبیل. خوب آقای اطمینان رو بردن، و مرحوم حاج غلام حیدر سایی که من اتفاقا به عنوان یک نمونه از این افراد در این برنامه خدمت شما معرفی بیان میکنم. ما در برنامه قبل بعضی از شخصیت های افغانستان رو که بردن و به این ترتیب مفقود و نابود شدن، از شخصیت های سیاسی و اینا رو بیان کردیم. منتها قضیه اینه که این موضوع مختص شخصیت های سیاسی هم نبود. بسیاری از کسانی که مثلا یک تاجر بود شخص، مثلا یک فرد نسبتاً متنفذ بود، اصلا نه اهل سیاست بود، نه حزب داشت، نه تفنگ داشت، نه تشکیلات داشت، نه دنبال فعالیت‌های زیرزمینی بود، نه شبنامه پخش کرده بود، نه روز آمده بود به تظاهرات. یک کسی بود که قلباً شاید مخالف حکومت بود، و طبیعتاً ممکن بود یک جایی هم یک اعتراضی، انتقادی نسبت به وضعیت حکومت بکنه. طوری خفقان بود در زمان کمونیست‌ها که اصلاً کسی در جمع اگر اعتراض میکرد نسبت به حکومت و میگفت این حکومت کارش خراب هست، ایراد داره، اون واجب به تعبیر زندان شدن، یعنی برای زندان شدن دیگه تقریباً الزامی بود. یعنی به مجردی که خبر به حکومت میرسید که این آدم علیه حکومت یک چیزی گفته، حتی یک موضوع خیلی ساده، این شخص باید میرفت زندانی میشد. یک استاد دانشگاه سر کلاس مثلا در بین دانشجوها یک چیزی میگفت، میامد زندانی میشد. سیستم پلیسی بسیار قوی که همون تشکیلاتی بود به نام
به عکس ها که بعدا به خاک تغییر نام یافت و اینا مرتب جاسوسانی داشتن در همه جا و افراد را می بردن و شکنجه می کردن، زندانی می کردن و بعد هم بسیاری از اینها را از بین می بردن و هم به گونه ای که شخص هیچ اطلاعی از او پیدا نمی شد. یعنی اینطوری نبود که دادگاهی باشه، محاکمه ای باشه، بعد وکیل مدافع طرف بگیره، نمی دونم افراد برند به ملاقات او. نه، وقتی فرد می گفتن ما بیاین شما چند ساعت با شما کار داریم، همین، حتی حکم بازداشت اینا نبود. می اومد مامور مخفی پول حکومت میگفت شما چند ساعت بیاین کار دارین، وقتی که میگفت چند ساعت بیاین کار دارین دیگه تمام بود. یعنی طرف رفته بود به یک سیاه چاله ای که هیچ خبری از او نبود، نه تماسی، نه ارتباطی، نه نامه میشد بهش فرستاد، نه خبری از او میشد داشت. فقط میدونست ایر بردن، زنده مرده، هیچ ارتباطی به هیچ گونه نبود و بعد از او تا سالها حتی خبری از اونها نشد. مذاری تصویرهایی که در اینجا در همین پست گذاشتم، یک تصویری اونجا گذاشتم که یک لیستی از اسامی اشخاص هست و در او جرایم اشخاص و خصوصیات و مسئولیت های این افراد و شغل و ایناشون در اونجا نوشته شده. اون لیست اگه دوستان بعد نگاه بکنن، مثلا نوشته غلام محمد فرزند عبدالغفور مسکونی قره‌باغ، بعد کار جرمش چیه؟ تبلیغ سوء، تبلیغ سوء علیه حکومت، که اینا کسانی هستن که اعدام شدن. این لیست اعدامی ها، یعنی به این جرم طرف اعدام شد در افغانستان. یک نفر دیگه هست که رشید الله، نمیدونم چیه، ولد سلطان محمد، محصل انجینیری، دانشجوی رشته مهندسی، بعد جرمش ضد انقلاب. یکی شجاع الدین، جرمش شعله ای، یعنی وابسته به جریان شعله جاوید. یکی دیگه جرمش اخوانی، یعنی وابسته به جریان اخوان المسلمین. همین مقدار، یعنی یک کلمه اخوانی بودن، این که حالا واقعا هم یه آدم جز تشکیلات اخوان المسلمین بود یا نه، این معلوم نیست. همینقدر که این آدم وابسته به این تلقی میشد دیگه کافی بود که این آدم اعدام بشه. لیز یک نفر دیگه باز همینطور اخوانی. یکی دیگه خمینی، یعنی طرفدار ایران، وابسته به ایران. به خانه یکی از اقوام ما در هرات آمده بودن، همون که میری جان هم اتفاقا اسم اینا رو گفتن، رعوف جان و غفار جان و اینا، که پدر اینا و دو تا پسر رو با هم بردن. به خانه اینا آمده بودن، یک چند تا عکس پیدا کرده بودن که اینا وقتی رفته بودن به خارج در انگلستان، در کجا یک موزه هست که شخصیت های تاریخی و شخصیت ها و رجال معروف دنیا رو چیزای مجسمه های از اونا ساختن. این مجسمه مثلا فرض میکنیم که جیمی کارتر، مثلا مجسمه هیتلر، به صورت خیلی طبیعی. و بعضی از مجسمه های از شخصیت های زنده، از جمله شاه ایران، یعنی محمد رضا شاه در اونجا بود، در اون موزه در لندن. اینا هم اتفاقا خب خانواده نسبتا سرشناسی بودن، سفر کرده بودن خارج لندن، رفته بودن به اون موزه، کنار او مجسمه شاه عکس گرفت. این عکس هم تو آلبومشون بوده دیگه، اون عکسی که داره مجسمه آدم میگیره. با همین عکس یکی از چیزایی شد که اینا رو بردن دیگه، یعنی یکی از جرایمشون این شد. حالا تو بیا ثابت کن که این خود شاه نیست، این مجسمه در لندنه، یکی بیا ثابت کنه. یک آدمی بود طرف مثلا در دیوار خانه او یک عکس یک روحانی بود، میگفتن آقا عکس امام خمینیه مثلا و تو خمینی است، بعد این آدم برده میشد و زندانی میشد و غالبا هم اعدام میشد. اون سه نفر اعدام شدن. و همینطوری ضد انقلاب، اخوانی و اینا، نزدیک 70-80 هزار زندانی یا شاید بیشتر و حدود 5-6 هزار نفر که اینا رو بردن. خیلی از اینا رو به صورت زنده به گور، یعنی دست و پاشو میبستن، مینداختن داخل یک چاله و بعد بولدوزر میامد خاک روی این پهن میکرد و خیلی از اینا زنده انداخته میشدن داخل این چاله، به همین صورت از بین رفتن. مرحوم حاج غلام حیدر سایی عرض کردم، یکی از شخصیت های متنفذ هرات و با ما قومی و نسبتا نزدیکی داشت، یعنی همسر ایشان دختر عموی پدر ما بود و همچنان فرزند ایشان، پسر ایشان عبدالهادی سایی، همسر خواهر ما، یعنی داماد ما، که خدا حفظ کنه هادی جان ره. و او زمان هادی جان در چیز بود، در لندن بود درس میخوند. پدر ایشان یک شب دیدیم برادرش ولی جان آمد به خانه ما، ما همسایه بودیم، کنار هم زندگی میکردیم.
آمد با لحن چشمای اشکبار گفت پدرم بردن. و همین دیگه، بعد آقای سایی رو بردن و هیچ خبری از ایشان نشد تا زمانی که زندانیا در دوره کارمل آزاد می شدن. همه ما انقدر تصور می کردیم که ایشان هستن هنوز که همه خانواده دست جمعی رفتیم که زندان پلچرخی در باز شه و ایشون از زندان بیا بیرون، ولی تا شب اونجا منتظر ماندیم و هیچ خبری نشد. همه زندانی های دیگر آمدن، خیلی از زندانی هم نیامدن و مرحوم های سایی هم نیامدن. و تا همین لیست ها در سال چند سال پیش وقتی منتشر شد، در اونجا اسم ایشون هم در بین این افراد بود و اون موقع تازه خانواده تونستن فاتحه بگیرن، تعزیه بگیرن. این طور وضعیتی حاکم کرده بودن در افغانستان. حالا ما این خاطراتی که گفته شد در اون برنامه هم اشاره کردم، اینجا یک مقدار خواستم عینی تر بگم. عکس مرحوم حاج غلام حیدر سایی هم در بین اون لیستی که عکسایی که اونجا بنده در این پست اینستاگرامی گذاشتم هست. و در این برنامه مهمان برنامه ما هم چون این سرنوشتی در مورد یکی از نزدیکان که خودشون قصه خواهند کرد دارن که ما ایشان رو هم دعوت خواهیم کرد به این برنامه. باید این را عرض بکنم خدمت دوستان که عمدتا اینها در زمان حکومت دوره اول حکومت نور محمد ترکی اتفاق افتاد و عمدتا هم عامل این شخصی بود به نام حفیظ الله امین که بسیار ستمگر و به نوعی میتونیم بگیم که فاشیست و بیرحم و جنایتکار بود در این زمینه و بیشتر این جنایت ها رو، البته تنها مقصر امین نیست، خیلی ها در اونجا بودن و اصلا حکومت، نگاه حکومت کمونیستی همین بود که ما باید تمام کسانی که مخالف ما هستن از بین ببریم تا اینکه تمام کارگر و پرولتاریا به تعبیری و نمیدونم چیز طبقه ضعیف و کارگر بمونه، تمام بورژوا و فیودال و نمیدونم همون کارهایی که کمونیست‌ها در دوره انقلاب اکتبر هم کردن دیگه، خیلی از کسان را از بین بردن. همین اتفاق در افغانستان هم تکرار کردن، در کشورهای دیگر آسیای میانه مثل تاجیکستان و ازبکستان اینا هم تقریبا همین کار کردن. روحانیون، متنفذین، قوانین، ارباب‌ها، همه افراد سرشناس رو کلا نابود کردن. منتها در افغانستان یک اتفاقی که افتاد این بود که یک مقاومتی علیه اینا شکل گرفت که بعد کار برای این حکومت خیلی سخت کرد و در دوره بعد ما در نیمه دوم برنامه به این مقاومت هم خواهیم پرداخت. الان من این اشاره بکنم که کمونیست ها یک تصفیه داخلی کردن، یعنی جناح پرچم رو که بخشی از حزب اینا بود از قدرت راندن، ببرک کارمل و سلطان علی کشمند و جنرال قادر و عنایت الله راتبزاد اینا رو غالبا یا زندانی کردن یا راندن. و بعد از او یک تصفیه دیگر هم بین اینا اتفاق افتاد به گونه ای که این حفیظ الله امین که در واقع معاون شخص اول حکومت یعنی معاون نور محمد ترکی بود، کم کم خود نور محمد ترکی رو هم از بین برداشت و در یک کودتای داخلی در داخل حزب قدرت رو او به دست گرفت. در 25 شهریور 1358 یعنی تقریبا یک سال و چهار ماه بعد از حکومت کمونیستی، شخص اول حکومت یعنی نور محمد ترکی به وسیله حفیظ الله امین سرنگون شد و حفیظ الله امین قدرت را به دست گرفت. در اون دوره یک اختلاف اینطوری پیش آمده بود بین امین و ترکی، یعنی اینا علاوه بر اینکه جناح پرچم را کنار زدن، بعد بین خودشون هم دوچار اختلاف شدن، یعنی خود خلقی ها به تعبیری. چون گفتم که حزب خلق دو تا جناح داشت، یکی جناح اسمش خلق بود، یکی پرچم. پرچمی ها رو بلا فاصله بعد از اینکه به قدرت رسیدن کنار زدن، قبل از قدرت رسیدن یک مقدار با هم ائتلاف کرده بودن و بعد از اینکه پرچمی ها رو کنار زدن باز بین خود خلقی ها درگیری شد، جناح طرفداران ترکی و جناح طرفداران امین که حفیظ الله امین آمد و این ترکی رو دیگه از بین برد و به شکل بسیار حقارت آمیزی او رو کنار زد از قدرت، کسی رو که همه با عنوان فخر آسیا و جزو مفاخر جهان میشناختن و چقدر یک تجلیل کیش شخصیت عجیبی برای آدم ساخته بودن، به شکل بسیار خفتباری از حکومت برکنار کردن. و بعدا هم در اون ایامی که این رو در از قدرت برکنار کرده بودن و تحت الحفظ در ارگ زندگی میکرد، یک فرد فرستادن که این رو به وسیله بالش خفه بکنه. این بالش دم دهنش گذاشتن و
نور محمد ترکی به این ترتیب از بین بردن و حفیظ الله امین به قدرت رسید. حدود 3 ماه 100 روز بیشتر هم حفیظ الله امین حکومت نکرد. یک مقدار سرکشی کرد. روزها که حامی این حکومت بودن احساس کردن که حفیظ الله امین داره از کنترلشون خارج میشه، چون هم پرچمی ها که بخشی از جناح بودن کنار زده بود و هم خود بخشی از خلقی ها که ترکی بودن کنار زده بود و جریان های مقاومت هم شکل گرفته بود. کم کم مبارزات مسلحانه علیه رژیم بود و شوروی احساس میکرد باید دخالت نظامی بکنه، نیروی نظامی به کشور بفرسته، هم حفیظ الله امین رو کنار بزنه، یک نیروی معتمدتر و کس قابل اطمینانتر از خودش رو کنار در جای حفیظ الله امین بنشانه و همین که یک نیروی نظامی داشته باشه برای سرکوب نیروهای مقاومتی که در افغانستان شکل گرفته بود، یعنی همون نیروهای مجاهدین، که البته با مجاهدین ما در یک فصل دیگری از برنامه باید مفصل خواهیم پرداخت و جریانهای جهادی رو بررسی خواهیم کرد. این بود که روسها در نهایت مداخله نظامی کردند. و جالب اینه که مداخله نظامی هم در واقع به درخواست خود امین کردن، به افرادی از حکومت امین رو وادار کردن که از روسها درخواست بکنن، دعوت بکنن به این که قطعاتی نیروی از نیروی ارتش سرخ رو به کشور بفرسته به عنوان حمایت، و این نیرو که در واقع به ظاهر برای حمایت از حکومت امین آمده بود، بعد از اینکه همه اینا آمدن در تاریخ 1358 فکر میکنم آمدن و یک کودتای دیگر انجام دادن و حفیظ الله امین رو در اون کودتا کشتن و یکی از سران اون جناح پرچم که جناح رانده شده حکومت بود به نام ببرک کارمل بر حکومت مستقر شد. درباره حکومت کارمل و کسی که بعد از او حکومت کرد در نیمه دوم برنامه صحبت میکنیم و حالا دعوت میکنیم از شاعر گرامی جناب سید علی عطایی با عنوان مهمان ویژه این برنامه. ما ببینم آقای عطایی درخواست دادن. بله جناب عطایی در خدمت شما هستیم و ما دعوت کردم از شما برای حضور در این برنامه. بله شایلا جان نوشن سال 1359. سلام جناب عطایی عزیز. استاد عزیز سلام و شما شبتون بخیر. دوستان عزیز حاضر در لایو هم به شما هم سلام، شب همگی بخیر. حالا اگه شب باشه جای شما سلام ما رو میشنوید. ممنون از اینکه ما رو دعوت کردین استاد. سلام بیا صدا خوبه؟ بله بله بسیار عالی و خوب، هم صدا و هم سیما. و من تشکر بکنم از شما، به دوستان یک معرفی اجمالی بکنم. جناب سید علی عطایی دوستان خوب ما، شاعر خوب و سالها در فعالیت های ادبی ما نقش داشتن، سالها مدیریت جلسات شعر ما، جلسات شعر مهاجرین در مشهد رو که جلسه دوره‌داری بودشون اداره می کردن و تقریبا شاید نزدیک 15 سالی هم هست که در رادیو دری، رادیو برانمرزی مشغول فعالیت و خدمت هستن در حوزه نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه. ممنون استاد، شما لطف دارید. تشکر. من یک چیزی، البته شاید این یادآوری این واقعه برای شما تلخ باشه، همچنانی که برای سهیلا جان تلخ بود این واقعه و برای خود ما سرگذشتی که در مورد مرحوم حاج غلام حیدر سایی عرض کردم. خب یکی از چیزایی که برای شما شاید البته تلخ باشه این سرنوشت پدر گرامی شما هست که گویا ایشان هم از کسانی بودن که در همین جریانات تصفیه های حزب دموکراتیک خلق اتفاق افتاد براشون، درسته؟ در این مورد یک مقداری برای ما میگین؟ خدمت شما عرض بکنم استاد جان که از ما یک مقدار تلختر است. یعنی شما اشاره کردین به کسایی که از طرف حزب خلق و اینا از طرف کمونیست ها بردن و به اصطلاح مردم سرگم شدن، اما پدر ما مستقیما به این شکلی اتفاق برش نیفتاد. اگرچه از فامیل ما، از خانواده ما، از اخوان ما یک دو نفر هنوز هم سرگم هستن، یعنی بچه مامای ما که دانشجوی رشته طب بود در دانشجوی پانتون کابل، اونا وضعیتشون نامعلوم هست و
پسر کاکای پدر خودم. اونا هم البته نامشان در لیست کشته شده ها بود در زمان بعد از حفیظ الله امین اعلام شد و اینا رو بردن به میشد به می ترتیبی که شما گفتن که اخوانی نمیدونم شعله خمینی و اکرامات اینطوری. اما برای پدر من مرحوم سید عبدالجلیل یک اتفاق خیلی غم انگیز دیگه افتاد، به این ترتیب که پدرم در فابریکه یا کارخانه کدوبرق در مزار شریف کار میکرد و اونجا انجینیر بود، زمانی که کمونیست آمدن کار میکرد و به هر حال یک چند ماهی هم با می حکومت جدید اینا کار کردن. بعد اینا تصمیم گرفتن که خودشان کار نکنن. من یادم میاد که یک جلسه که در خانه بود و پدر خیلی اصرار میکرد، میگفت من دیگه سر کار نمیرم، من با اینا هم کاری نمیکنم، اینا کمونیست هستن، اینا چی هستن چی هستن، اینا خیانت میکنن. و از طرف خدا بیامرز مادر کلانم اصرار بود که خب و تو کار ندارن، تو اونجا کار میکنی و خطری متوجه تو نیست، باش نمیدونم اگه از اونجا برای خطر داره برای تو. از این طرف نصیحت و اصرار، از اون طرف هم خواهش و انکار که نه خیر من کار نمیکنم. بعد پدر کار دولتی را که داشت و انجینیر بود، مهندس بود در کدوبرق مزار شریف، این رها کرد. رها کرد و من یادم هست که میگفت که من با این کمونیستا همکاری نمیکنم، من اگر کاری مدرسه ساخته باشه برای مردم کار میکنم. این حرفایی است که من خود بودم و طفل بودم در بین خانه و خانواده گفتم میشد. به هر حال پدر تصمیم گرفت که دیگه کار نکنه با دولت و بره به سمت مجاهدین. این اتفاق افتاد در سال اواخر سال 59، کار دولتی رو پدر ترک گفت و رفت به امرای مجاهدین در منطقه چارکنت ولایت بلخ در نزدیکی مزار شریف. اینجا یک سال خورده بین مجاهدین بود و چون ضمن کار مسلکی خودش که مهندس شیمی بود در یا کیمیا در فابریکه کدوبرق مزار شریف، در مثال مثلا آموزش های پزشکی هم دیده بود، مثلا شاید کمک های اولیه رو کورس ها و کلاس هاش رفته بود و یاد گرفته بود و یک مقداری مثلا در کار دوا و درمان هم بود. اونجا بین مجاهدین وقتی میرن منطقه میبینن که اوضاع خوب نیست و نیاز به کمک های پزشکی دارن و اینا، ترتیباتی میداد که از داخل شهر دوا برد و منطقه یا مثلا امکانات پزشکی بره و اونجا به مردم به یک شکلی خدمت میکرد. و در کنارش مثلا کار فرنگی رو اونجا راه اندازی کرده بود، کتابخانه ای داشت، نمیدونم مجلس سخنرانی چیزی داشت و اونجا به هر حال یک سال اندی مستقر بود و کار میکرد و خدمات دولتی را کنار گذاشته بود. اتفاقی که برایشان افتادی بود که برادران مجاهد حزب حرکت اسلامی در راه بازگشت از منطقه به شهر که اینا در رفت آمد بودن دیگه، هر 3 ماه 4 ماه یک بار می آمدن، از خانواده خبر می گرفتن، یک چند روزی در منطقه در گلمرگ یا در پهمانی مزار شریف مخیانه می بودن، بعد بر می گشتن. در بین اینا را دستگیر می کنن، بعد میگن که شما نمی دونم کمونیست هستین، شما در دولت بودین و اینا را می گیرن دستگیر می کنن. یعنی مجاهدین ما پدر ما را دستگیر می کنن به عنوان و به اتهام حکومتی بودن و کمونیست بودن، در حالی که اگه قرار بود که پدر اونجا کمونیست باشه و حکومتی باشه خب میمون دیگه، چرا این همه به خود زحمت بده، این همه شرایط خوب و امکانات رو نمیدن و کار و شغل و درآمد رها بکنه بره به سمت مجاهدین. به هر حال اینا دستگیر میشن و بعد از یک مدتی که زندانی بودن پدرم و کاکایم و تعداد زیادی از کسای دیگه که با واسطه همین درگیری های حزبی به دست حرکتی ها از زندانی بودن، اینا متاسفانه تیرباران میشن و به شهادت میرسن. یعنی یک وضعیت تراژیک خیلی عجیب کرده خواهد در فیلم به یادم میبینه ایره. یعنی شما وقتی که داشتیم اشاره میکردن به اینکه اگه دایی رو بردن و الان وضعیت نامعلوم از کمونیستا بردن، حکومت بردن، دولت بردن، آدم پیش خود میگه که کاش که پدر ما هم دولت میبرد، کاش که جز مثلا
همین کسایی بود که به همین اتهام ها مثلا این دردش کمتر بود، ناراحتیش کمتر بود، درد مضاعف بداریم به خاطر از اینکه خب با اختیار و با علاقه پدر کار دولتی را رها کرد و گفت میرم به مردم خدمت میکنم، رفت بین مجاهدین و این اختلاف ها و درگیری ها و تنش های تنظیمی و حزبی باعث شد که به سرنوشت دچار شد. بله، من اتفاقا در یک قسمت از برنامه گفتم که بعد میپردازیم یک مقداری هم به جریان های مجاهدین و جریان های حزبی. اتفاقا یکی از چیزهایی که در اونجا میخواستم مطرح بکنم همین بود که متاسفانه بعد در جریان جهادی ما اتفاقات بسیار بدی افتاد که بعد همین یکی از همین هم باعث شد وقتی که مجاهدین به پیروزی برسن عملا وضعیت حتی برای مردم ما بدتر بشه. یکی از اینا همین جنگ ها و اختلاف های داخلی بین خود مجاهدین بود که ما در یک برنامه مفصل به باز خواهیم پرداخت، یعنی واقعا چیز دردناک. خوب جناب عطایی عزیز، برای ما شعر هم بخونید ما و بعد اگه گفتنی دیگه هم دارید استفاده بکنیم و باز ما گپ خود دنبال بکنیم. من فقط کوتاه عرض بکنم که پدر واقعا صادقانه میخواست خدمت بکنه، یعنی در طول این مثلا نزدیک به سال 60 که اونا شهید شدن، این 40 سال بهتره هر چیز درباره پدر من فکر میکنم، میبینم که قصدی و غرضی غیر از خدمت واقعا نداشتن و صادقانه اومدن بین مردم. من یک دو تا خاطره کوتاه بگم که خیلی ایرا چیز میکنم نشان میده که خیلی از او تخصص میکنم برای مردم استفاده بکنم. یکی که خیلی اونا مخالف مهاجرت مردم بودن که مردم مهاجر نشون به ایران به پاکستان از وطن براین، و یادم هست که یکی از همسایه ها آمده بود خانم یک شبی و مشورت میکرد برای پدر که من میخوایم برم ایران، یکی از همسایه هزاره ما بود، پدر چقدر اصرار میکرد میگفت نه شما نروین شما بشینین و حکومت همیره میخواه که مردم دسته دسته برن و در شهر کسی نباشه، در منطقه کسی نباشه، مقاومتی نباشه و اونا راحت بتونن حکومت بکنن و اشاره میکرد میگفت اگر به ما باشه، اگر سنگم از آسمان بباره، من وطن خدا و شهر خدا ترک نمی کنم، یعنی به شدت نمی کنم. دیگه ای که خب ای از نظر وطنی، از نظر اسلامی هم که پدرش این پدر کلان ما یک آخون بود، یک ملا بود، یک منبری بود و پدرم به اون ترتیب تربیت شده بود. وقتی که برای تحصیل پدر من رفت به شوروی با بورسیه گرفت از طرف یعنی فابریک کدوبرق کنون بورسیه فرستاده شد شوروی، اینا حتی همونجا هم امیم چیزای دینی خود هم اونجا رعایت میکردن، مثلا از یک وقتی که به مزار میامدن برای برای دیدن خانواده و مرخص اینا، بعد در برگشت به یک ترتیبی با خودشون مثلا کتابای دینی میبردن، کلانا میگن که مفاتیح میبردن، قرآن شریف میبردن مخفیانه به یک ترتیبی، و اونجا هم در محافل مثلا در جمهوری مسلمان نشین شوروی، مثلا در جمهوری آذربایجان در محافل دینی و مثلا اینا که مخفیانه بوده و زیرزمینی بوده اشتراک میکرده و به هر حال خیلی آدم مقیدی بود. و در از سخنرانی هایی هم که بعد از اینکه در منطقه مستقر شد، در چاکین مستقر شد و سخنرانی هایی که داشته و ممبرایی که رفته، مشخصه که یک آدم مقید مسلمانی هست و که برادران حرکتی ما ایرانی ها به عنوان کمونیست گرفتن و به عنوان کمونیست پیروان کردن، این خیلی داغ ما رو بیشتر میشه. یک آدم مسلمان مدتی هست گفتن که تو کمونیست هستی و چون کمونیست هستی باید کشته شد. بله بله، معلمی داشتیم، معلم ادبیات بود و خیلی هم فرد که حالا من در سر کلاس هم، حالا تو زمانی بود که جو یک کمی خوب شده بود، آرام شده بود، سر کلاس هم اعتراض ها و انتقاد های خودش نسبت به حکومت بیان میکرد، یک فردی بود اصلا سیاسی نبود. بعدی در منطقه بود که در حاشیه شهر بود، میگفت یک شب مجاهدین حمله کردن به خانه ما، در خانه این یک تعدادی مجله بود، مجله های ادبی از انجمن نویسندگان افغانستان و دانشگاه کابل، مجله به نام عرفان منتشر میشد و مجله به نام ادب، مجله ادب رو دانشگاه کابل منتشر میکرد و مجله عرفان رو فکر میکنم انجمن ادبی منتشر میکرد، و هیچ چیز سیاسی در این مجله ها نبود تا
تنها چیزی که از تمام حکومت در روی این مجله وجود داشت، این صحبت که میکنم مربوط به دوران حکومت کارمل است، یک لوگو یا آرم رسمی مملکت حکومت روی این بود. به خاطر همین آرمی بند خدا مجله را آتش زده بودن و گفته بودن تو حکومتی هستی و گلوله شلیک کرده بودن به این، و یک گلوله خورده بود و این خوشبختانه جانش یعنی جان خدس ندارد. بله واقعا اصلا یک چیزایی در افغانستان اتفاق افتاد. حالا ما در مسائل دوران مجاهدین باز میبینیم که چقدر باز اتفاقات بسیار تلخی در اون طرف افتاد. اصلا همش خوب شعر بخونیم برای ما آیتایی. خب من چقدر وقت دارم استاد که چقدر شعر بخونم؟ شما دیگه حدود یک دو تا شعر کوتاه یا یک شعر بلند بخونید به نظرم خیلی مناسبه. خیلی خوب. بله بفرمایید. به انتخاب شما میگذارم. میخواستم پیشنهاد بدم، گفتم نه به انتخاب شما. یک غزلی است که اخیراً گفتیم به بهانه یعنی اتفاقاتی که برای مکاتب ما و برای عزیزان دانش آموز ما، برای فرزندان ما در کابل، بیشتر در کابل رخ داد یک سال به طرف، اینا میان جوان ها و نوجوان ها و محصلین و دانش آموز ها رو هدف قرار میدن، کسایی که بی‌دفاع‌ترین آدم های روی کره زمین شاید باشد، کسایی که میرن درس میخوانن، اطفال مردم، فرزندان مردم، و هیچ دفاعی نمیتونن از خودشون بکنن. واقعا آدم میمونه که چی منطقی هست پشت یعنی میبینید کجا رسیدیم ما. بله زمانی بله. کجا رسیدیم؟ مثلا فرض میکنیم کسی بود که حداقل میگفتن این آدم مثلا یک انجینیر یا یک مهندس، ای شاید وابسته به چی باشه، یادم تحصیل کرده شوروی مثلا چی حداقل. ولی الان تو چی بگی؟ یعنی اینقدر متنزل شده وضعیت جنایت ها در افغانستان که روز روز آدم میگه با صد روات به دیروز که حداقل طرف یک سیاسی بود، یک کسی بود که حرفی علیه حکومت زده بود، یک آدم کلان سرشناسی بود، این طفل معصوم، حتی در اون زمان دیگه حداقل طفل معصوم که کسی از بین نبرد. بعد گفتم من اتفاقا شعر یاد کنم همین شعر بود. بفهم شعری هست به نام دستور که مثلا گویا این حرف خودم نیست، یعنی من نقل یک دستور میکنم، دستور یک فرمانده امی افراد و یک شخص انتحاری که میگه تو این کارو بکنی. نظر من است و برحال یک داستان ایره به صورت شعر من تعریف میکنم. دسته های پرنده می آیند، بروی باید و شکار کنی. دسته های پرنده می آیند، بروی باید و شکار کنی. آسمان را به شک فرو ببری، بر زمین هم جسد قطار کنی. دسته های پرنده می آیند، من از آوازشان در آشوبم. از گلوشان ترانه را بکنی، محو در موج انفجار کنی. غشغشی می کنند وقتی که از بر و بام شهر می گذرند، تو نباید امانشان بدهی، بزنیشان و تار و مار کنی. محو در سحر آن صدا نشوی و در آوازشان رها نشوی، از خود اصلیت جدا نشوی، باید احساس اقتدار کنی. نشود بین شهر لا نکنند، همه را غرق در ترانه کنند، در دل خانه هاش خانه کنند. هوش تو هست که چه کار کنی؟ شهر را از پرنده خالی کن، خالی از گفتمان پرواز، و به درختان بگو نمی باید لانه روی خود تیار کنی. کسی از بال و پر زدن از اوج، کسی از حس آسمان از ابر، با اهالی حکایتی نکند، باید این قصه را مهار کنی. خانه ها نه پرنده حق دارند، نه درخت و نسیم، نه خورشید. هر کی از این قبیل چیزی گفت، کار تو چیست؟ انتحار کنی.
بله تشکر، واقعا دردناکه. ممنون. شعر دیگه هم اگه دارین بخوانید برای مواجه نوبتهایی. کمی بلند است، وقت شما رو نمیگیرم. دیگه وقت که اشکال نداره دیگه، میشنویم استفاده میکنیم. ما بعد از او باز یک چند فوقش 5 دقیقه برنامه بیشتر ادامه میدیم، ولی خب فرصت محترمی است که ما از شما شعر بشنویم. سلامت باشین. بی اعتنا به فلسفه کور جنگ ها، تشدید دست و پا شکنی های سنگ ها، بی وحشت از تهاجم درنده های مست، انبوه نیش ها و دهن ها و چنگ ها، بی بود و باش در وزش بادهای گیج، این خیل بی ملاحظه ها بی درنگ ها. ما و تو از ضرورت گل حرف میزنیم، ما تشنه ایم، تشنه بوها و رنگ ها. از دور پادشاهی پاییز خسته ایم، کی میرسد حکومت گلها قشنگ ها. دنیای ما تحکم دستی به ماشه ایست، برچیده باد رسم و رواج تفنگ ها. در روزنامه چیست بجز تیترهای سرخ، در رادیو به غیر صدای فشنگ ها. جنگل به کام شهوت بی حد خوک هاست، دریا در آرواره خشک نهنگ ها. باید از این تراکم اندوه رد شویم، راه مهار حادثه ها را بلد شویم. هر سو به تاخت خیلی حرامی، مباد که در نرکوب سم سواران لگد شویم. یا در گرفت و داد خرید و فروش ها، بین هزار طایفه داد و ستد شویم. از سایه های خفته حذر کن عزیز من، آهو نباش وقت کمین پلنگ ها. آماده باش، زمزمه ای منتشر شده است. آماده باش، زمزمه ای منتشر شده است، بی اعتنا به فلسفه کور جنگ ها. ممنون از اینکه گوش کردن استاد. تشکر جناب عطایی عزیز، دو شعر بسیار خوب و مناسب این شرایط و اوضاع. ممنون که شما تشکر این امر گفتنی، اگر شما دارین بفرمایید و بعد از هم خداحافظی. زنده باشین. عرضی نیست جز اینکه آرزو بکنیم که بالاخره ورق برگرده و هرچی ما بدبختی دیدیم، دیدیم سختی دیدیم، هرچی انفجار و انتحار و کشتار دیدیم، دیگه خداوند به یک مهر پایانی برش بگذاره. و البته خود ما باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، هم دیگر تحمل داشته باشیم و با هم کنار بیاییم تا وطن ما از بحران خیلی خیلی وحشتناک بیرون بیاید. با امید خدا. تشکر از شما. امان خدا. سلامت بخیر باشیم. بله، برنامه ما ادامه میدیم. خب فکر میکنم شما از اون طرف باید قطع کنین، هنوز قطع نشده. استاد شما مرا قطع کنید، من چی بگم؟ خارج از اینستاگرام. بله. خب ما به اینجا رسیدیم که بله هنوز قطع قطع شد. خب ما به اینجا رسیدیم که بالاخره روس ها به این نتیجه رسیدن که با یک حضور عملی خودشون یک مقدار اوزار مدیریت و مهار بکنن. جریان های مجاهدین شکل گرفته بود، احزاب و فعالیت های حزبی مجاهدین شکل گرفته بود کم و بیش و شکل نسبتا منسجمی یافته بود. جمعی از رهبران اسلامگرایی که قبلا ما در برنامه های قبل به اونا اشاره کردیم، مثل برهان الدین ربانی، مثل گلبدین حکمتیار، مثل عبدالرسول سیاف، مثل قاضی وقات و پیر سید محمد گیلانی و مجددی، سبقت الله مجددی، و در این طرف در بین شیعیان کسانی مثل آقای بهشتی
سید علی بهشتی، آیت الله آصف محسنی، محمد اکبری، عبدالعلی مزاری و خیلی های دیگر از شخصیت های سیاسی، اینها علیه حکومت شروع کردن به فعالیت های نظامی و حزبی و اینا فرماندهان مهمی داشتن، کسانی مثل محمد شاه مسعود، مثل محمد اسماعیل خان، مثل آقای انوری عزیز برکت، هر کدوم از این احزاب باز فرمانده های نظامی هم داشتن و اینها عملا دیگه جریان مقاومت رو به شکل نظامی و در افغانستان پیاده کردن که این ثمراتی داشت، از جمله اینکه حکومت کمونیستی در تحت فشار بود، روسا تحت فشار بودن و در نهایت کشور رو در سال 1368 ناچار شدن ترک بکنن. منتها خب از این طرف قضیه هم این فعالیت های حزبی اینا مخصوصا با این تعدد احزاب و وابستگی هایی که این احزاب به کشورهای خارجی به مرور زمان پیدا کردن، زمین ساز یک فجایع بعدی شد که بعد دامن مملکت ما رو گرفت، چون خیلی از این احزاب رفتن به پاکستان و اونجا کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکا، انگلستان، دیگران آمدن از اینا حمایت کردن، یک تعدادی از نیروهای عرب آمدن وارد فعالیت های نظامی اینا شدن که بعدا اینا همون گروه افراد القاعده و اینا در آمدن، عرب افغان هایی که بعدا مصیبت های بسیاری برای ما تا به امروز ایجاد کردن. وابستگی های هم البته به پاکستان بعضی از اینها داشتن، به خصوص بعضی از اینها با تشکیلات های سیاسی و اطلاعاتی پاکستان، بعضی از اینها در ایران بودن، باز اختلافاتی هم کم و بیش با هم داشتن علاوه بر این که جنگی که علیه روس ها میکردن. در مجموع ملغمه ای از خصوصیات خوب داشتین جهاد مردم و مقاومت مردم و بعضی از خصوصیاتی هم که متاسفانه بعدن دامنگیر کشور شد، ولی به هر حال عرصه بر روس ها تنگ شد. جنگ افغانستان متاسفانه از شکل داخلی خودش یک شکل بین المللی پیدا کرد و این شکل بین المللیش تا به امروز ادامه داره و مصیبت بزرگی برای کشور ما ساخته. من یک مقدار مختصر به این موضوع اشاره بکنم و بعد قصه حکومت رو تا زمان سقوط حکومت کمونیستی خدمت دوستا بگم. من یک جای دیگه هم عرض کردم که افغانستان موقعیت استراتژیک بسیار خوبی داره از جهتی که در قلب آسیا است و چهارراه ارتباطات هست. در زمان صلح و در زمانی که مناسبات اقتصادی خواسته باشه جریان پیدا بکنه، افغانستان یک چهارراه خوبی برای تبادل و ارتباطات بین کشورها است، ولی در زمانی که جنگ و رقابت بین قدرت‌ها باشه، افغانستان میشه صحنه نزاع. و در اینجا این چنین بود، یعنی در شمال افغانستان قطب شوروی یا قطب بلوک شرق بود که حکومت میکرد، در جنوب افغانستان و شرق افغانستان در زمان شاه، البته غرب افغانستان در زمان شاه و جنوب افغانستان که پاکستان باشه، این در بلوک غرب بود و افغانستان شده بود مرکز تضاد و تزاحم بین شرق و غرب، نظیر موقعیتی که الان اوکراین پیدا کرده در اروپا که از یک طرف نزدیک به بلوک غرب داره میشه و از یک طرف جزء بلوک شرق بوده یک طوری. و این جاهای کشورهایی که اینطور موقعیتی دارن معمولا در معرض جنگ پایمال میشن به خاطر این جنگ هایی که بین ابر قدرت ها وجود داره. در افغانستان این چنین شد. وقتی روس ها آمدن که کارشون نسنجیده بود البته و بسیار ظالمانه و کار تجاوز اوریان به یک کشور، وقتی اینا آمدن آمریکا و کشورهای غربی از خدا خواستن، گفتن که الان دیگه ما به نوعی میتونیم بگیم که روس ها رو توی جای گیر انداختیم، به تله انداختیم که یک وقتی آمریکا در ویتنام افتاده بود و اینا تصمیم گرفتن که حکومت مجاهدین افغانستان رو تقویت بکنن و برای روس ها همون دردسری رو درست بکنن که در ویتنام برای آمریکا درست شد، یعنی مدتی بمانه، جنگ‌های پارتیزانی و چریکی شک بگیره، هی کشته بده، یک زخمی بشه که اصلا خوبم نشه و مرتب خرج بکنه روسیه به اینجا، مرتب نیروش تلف بشه و در این حال یک روزی هم ناچار بشه از اونجا بره. نظیر موقعیتی که الان هم روسیه در اوکراین تقریبا گرفتار داره میشه، یعنی الان برای اوکراین هم فکر میکنم یک میدان مین برای روسیه درست کردن اونجا. افغانستان این چون یک میدان مین ساختن و میدان مین که خب خودش هم دیگه طبیعتا منفجر میشه همیشه و چه بسا که از افراد خود افغانستان قربانیان اول این خواهند بود، ولی به هر حال غرب و پاکستان جریان رو طوری شکل دادن که مجاهدین نه پیروز بشن مطلق کامل و نه شکست بخورن. دولت کمونیستی هم
نه نابود بشه نه پیروز بشه، در یک حالت زنده بلا مرده بلا و کجدار مریض نگه دارن و فقط این زخم خوب نشه و به قول معروف خونریزی داشته باشه و روزها رو ای بابت اذیت بشن. یعنی هزینه زیادی روزها به خاطر ماندن در افغانستان ناچار باشن که تحمل بکنن. و این شد که این جنگ افغانستان بعد از اینکه در سالهای اول جنبه جهاد مردمی و بسیار خالصانه ای داشت به زودی تبدیل شد به ابزار ابرقدرت، رقابت ابرقدرت ها، امریکا، عربستان، کشورهای دیگر از طریق پاکستان به مجاهدین ساکن در پاکستان حمایت میکردن، سلاح برای اونا میدادن، حتی تا به موشک استنگر برای اونا دادن که یک موشک بسیار پیشرفته بود برای زدن هواپیماها، چون در نیروی هوایی مجاهدین قوی نبودن و نیروی هوایی روسیه همیشه، حکومت همیشه برتر بود. اینا حتی موشک استنگر به مجاهدین دادن که ایران نداشت. در جنگ با عراق ایران موشک استنگر نداشت و هم یک جریانی داره بعدن که ایران چطوری صاحب موشک استنگر شد، یعنی تکنولوژی استنگر دست یافت. و هم جریانش اینطوری بود که ایران هم با بعضی از مجاهدین یک ارتباطات بالاخره داشت، سلام میداد، همکاری میکرد، چیز با مجاهدین افغانستان حمایت میکرد و بالاخره به نوعی ایران هم از مدافعین جریان جهاد افغانستان علیه روسا بود. و در اون جریان خب هم علاوه بر پذیرش مهاجرین، خب در جهت حمایت از جریان‌های جهادی افغانستان هم خب طبیعتا نقش داشت. بعد به این ترتیب یک داد و ستدی شد، از این موشک‌ها دست ایران هم افتاد که بعد از اون بومی سازی کردن و اینا هم داستانی داشت. ولی به هر حال منظورم اینه که این چنین مجاهدین مجهز کردن به سلاحی که اصلا در منطقه نظیر نداشت و به این وسیله روس‌ها را در افغانستان زمینگیر کردن. جالبه روس‌ها تقریبا 3-4 سالی که در افغانستان بودن جنگ و درگیری شدیدی بین اینا و مجاهدین در جریان بود، چه مقدار زیر ساخت‌های افغانستان نابود شد، یک جنگ تمام عیار در تمام افغانستان شکل گرفت و روس‌ها خیلی جا را بمباران کردن، مملکت رو به ویرانه تبدیل کردن، خیلی از تعداد زیادی از افراد مردم افغانستان کشته و مجروح شدن و از اون طرف هم مجاهدین با حکومت درگیر شدن، خیلی از حکومتی ها رو کشتن، خیلی از زیرساخت‌های افغانستان به وسیله مجاهدین باز از بین رفت، پل ها نابود شد، ساختمان ها نابود شد، برای که این زیرساخت‌های بود که در اختیار حکومت بود و بین خود مجاهدین جنگ و درگیری های شد، خیلی ها در این جنگ درگیری های داخلی کشته شدن. مملکت تقریبا 10 سال تمام یکسره در جنگ و خونریزی بود. و جالب اینه که روس ها تقریبا از 3-4 سالی که گذشت، از این زمانی که تقریبا دیگه میشه گفت که بعد از فوت برژنف، برژنف بعد از اینکه به عنوان قدرت بزرگ بلوک شرق فوت کرد و جانشینان او آمدن، یعنی اندروپوف و چرنینکو، اونا قصد داشتن از افغانستان برن، یعنی تقریبا تصمیم داشتن برن از افغانستان و دیگه میدان رو خالی بکنن، منتها همین پاکستان و کشورهای غربی نمیگذاشتن. به این شکل که روسا میگفتن ما از مملکت میریم، شما یک تضمینی به ما بدین که همین حکومت ما رو حفظ بکنید، حکومت ما باشه، کسی بهش کار نگیره، شما به مجاهدین سلاح ندین، ما هم از اینجا میریم. یعنی به نوعی ما هم ترک میکنیم صحنه رو، به حکومت حمایت نمیکنیم، شما هم از مجاهدین حمایت نکنین. و به این ترتیب اصلا میتونه جنگ افغانستان در سال 63-64 تمام بشه، در زمانی که تقریبا سال 63 بود که برژنف فوت کرد. برژنف که فوت کرد که سیاست شوروی تقریبا برای این شد که از افغانستان بره. ولی جالب اینه که پاکستان مجاهدین رو تقویت میکرد، تجهیز میکرد و هیچ قولی مبنی برای که حکومت شما رو ما نگه میداریم و میگذاریم که حفظ بشه نداد به حکومت روسیه. شوروی هم میگفت خب حکومت تحت حمایه مایه، شما اگر نخواین حفظ بکنین یا نگذارین حفظ بشه ما میمونیم. و 3-4 سال که روسا ماندن در افغانستان، جنگ افغانستان تداوم پیدا کرد به علت این شیطنتی بود که بلوک غرب میکرد، نه طوری رفتار میکردن که حکومت سقوط کنه، نه طوری رفتار میکردن که حکومت بتونه مستقل پابرجا بمانه، یک حالت زنده بلا مرده بلا. چیزی که در مورد زمان طالبان هم این اتفاق افتاد، یعنی باز امریکایی ها سالها میخواستن از افغانستان برن ولی اینا باز منوی شیطنت میکردن و زمینه طوریشی میکردن که نظامی های امریکا ناچار باشن چند سال بمانن. خلاصه این وضعیت
پیچیده جنگ افغانستان پیدا کرد طبیعتا برای کشور ما بسیار گران تمام شد و عوارضش رو در سالهای بعد دید. خب در سال 65 یک تحول دیگر در حکومت رخ داد. ما گفتیم که ببرک کارمل آمده بود و حکومت رو گرفته بود. ببرک کارمل یک مقدار فضای سیاسی را هم باز کرد. خیلی از زندانی ها را آزاد کرد. اون جو اختناق سنگین زمان حفیظالله امین رو برداشت. نه 100%، ولی تا حدود زیادی. و فضا نسبتاً آرامتر شد. که خیلی از زندانی ها آزاد شدن. ما گفتم که رفتیم اونجا منتظر بودیم زندانی ها برگردن از صبح تا شب و دیدیم که مثلا مرحوم سایی دیگه نیامد از زندان بیرون مثلا. و همه خانواده فرزندان ایشان، همسر ایشان، ماها، همه اقوام تقریبا 20-30 نفر رفته بودیم به استقبال که زندان که در باز میشه ایشان رو ما دیگه با خودمون گرفته بیاریم خانه. تا شب منتظر موندیم در کنار زندان پلچرخی. همه زندانی ها آمدن بیرون و ایشان نبود مثلا. یا به هر حال این فضا رو تقریبا جو باز کرد، یک مقداری تو وانمود کرد که حکومت دموکراتیک و مردمی است. منتها دیگه دیر شده بود و فعالیت های مجاهدین هم ادامه داشت. پاکستان هم عملا نمیگذاشت که دیگه به مصالحه و به آرامشی برسه مملکت. میگفتن نه، باید حکومت سرنگون بشه. تا سال 65 ببرک کارمل حکومت کرد. بعد از او باز بر سر رقابت های داخلی که وجود داشت ببرک کارمل را از کار برکنار کردن، از ریاست حزب برداشتن و حکومت را هم از دست او گرفتن. در شهریور فکر میکنم سال 65 دکتر نجیب الله به حکومت رسید که قبلا رئیس سازمان اطلاعاتی کشور یا رئیس خواب بود به تعبیری و سازمان بسیار مخوف پلیسی ساخته بود مثل ساواک ایران. و رئیس این سازمان خواب یا سازمان اطلاعات افغانستان همین دکتر نجیب الله بود که بعدا شد رئیس جمهور کشور. و این باز یک مقدار سعی کرد که جو آرام بکنه، سیاستی به نام سیاست مصالحه ملی پی گرفت و سعی کرد که با مجاهدین با مصالحه وارد بشه و جریان به جای این که با فروپاشی تمام بشه با مصالحه بین مجاهدین و حکومت این جریان ختم بشه. ولی باز پاکستان و اروپا امریکا نه نگذاشتن که این مصالحه هم شکل بگیره و گفتن که آقا تو به مجاهدین گفتن آقا شما در آستانه پیروزین، بعد شما میان مصالحه بکنین، مجبور نیستین، شما اصلا بیاین حکومت رو سرنگون کنین. بعد مجاهدین هم 3-4 سال نتونستن این کار رو بکنن. یعنی از سال 68 که روسا بیرون شدن تا سال 71 3 سال تمام تصوری بود که با مجردی که روسا برن حکومت سقوط میکنه. حکومت سقوط نکرد، حتی یک مقدار قوی تر هم شد در یک حمله که مجاهدین در ننگرهار کردن در مشرقی و میخواستن که چه بکنن، یک شکست بعدی هم خوردن مجاهدین در اون زمان. و عملا طوری شد که باز مثل یک زخمی که ازش خون بریزه این رسله افغانستان 3 سال دیگه هم دوام پیدا کرد بعد از رفتن روسا. نه مجاهدین حاضر به مصالحه می شدن، نه دولت حاضر به کنارگیری می شد. خب می تونست دولت هم کنارگیری کنه و بگه آه شما نیروهای مجاهد و مردمی که سالها مبارزه کردین شما بیاین حکومت رو بگیرین، که البته این کنارگیری هم بعدم کرد و حکومت هم به دست مجاهدین داد و اشتباه بزرگی هم البته و فجایع بزرگی هم ایجاد شد در سر که اون رو باید در برنامه بعد انشالله خواهیم پرداخت. حالا من یک لحظه یک کوتاه یک شارژر به این گوشی وصل کنم و برگردم یک 2 دقیقه دیگه قصه کنم و برنامه قسمت رو تمام کنم. خب بله داشتم قصه میکردم که یک یورش و جنگ خیلی شدید و وسیع مجاهدین کردن و خواستن که حکومت سرنگون کنن. یک عملیات بزرگی در منطقه مشرقی شکل دادن در ننگرهار که بسیار به شکل غیر منتظری شکست خورد این عملیات. و یکی از عوامل شکستش
نیروهای شبه نظامی بود که دولت اینا رو به خدمت گرفته بود، پول میداد، نظامی رسمی حکومت نبودن بلکه نیروی شبه نظامی بودن، یعنی آزاد بودن ولی در این حال به صورت انگار کنتراتی برای دولت می جنگیدن، پول می گرفتن و در قبال این پول برای حکومت می جنگیدن. حکومت خیلی نیروهای شبه نظامی زیادی به دست گرفته بود که اینا رو به اصطلاح نیروهای در افغانستان ملیشه می گفتن یا شبه نظامیان وابسته به دولت. و یکی از این جریانات شبه نظامی نیروهای ازبک به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم بودن که دوستم را هم ما عکسش رو در همین تصویرهایی که در این پست اینستاگرامی گذاشتیم اونجا عکس دوستم را هم گذاشتیم. بعد این نیروهای شبه نظامی دوستم بسیار هم متحور بودن و بسیار ورزیده و غالبا در کنار حکومت بودن، یکی از عواملی بودن که اتفاقا هجوم مجاهدین به مشرقی شکست خورد و بیشتر اینها بودن که مقاومت میکردن. منتها دیگه کم کم به مرور زمان چون نیروی شبه نظامی وابستگی ایدئولوژیک که نداره، پول میگیره و میجنگه، امتیاز میگیره، پول میگیره، موقعیت میگیره و میجنگه، کم کم دیگه این نیروهای شبه نظامی هم به این نتیجه رسیدن که کفه مجاهدین داره سنگینتر میشه، کم کم به مرور زمان دولت داره ضعیف میشه و تحلیل میره، نیروها منابع مالیش کم میشه. و از اون طرف قضیه در شوروی هم گورباچوف به حکومت رسیده بود و گورباچوف تندان متمایل به حمایت از این حکومت هم نبود و در نهایت میخواست که جریان جمع بشه. این نیروهای شبه نظامی دیگه کم کم ارتباطشون از دولت قطع کردن و رفتن سمت مجاهدین، یعنی جنرال عبدالرشید دوستم کم کم گرایش پیدا کرد به سمت مجاهدین و کفه مجاهدین به جهات مختلفی سنگین تر شد. هم خود اونا بین هم یک اتحادی کردن، نیروهای شیعه با هم جمع شدن، احزاب مختلفشون که با هم مرتب درگیری داشتن حزبی ساختن به نام حزب وحدت اسلامی، احزاب مجاهدین در پاکستان با هم یک ائتلافی کردن و در نهایت یک دولت موقتی تشکیل دادن، یک مقدار اونا تونستن خودشون رو سازماندهی بکنن. از این طرف هم دولت روز به روز بر اثر ضعف اقتصادی، بر اثر بوروکراسی و بر اثر این چیزا ضعیف میشد، نیروهای شبه نظامی هم دیگه آمدن طرف مجاهدین و کم کم این دولت دچار فروپاشی شد، شبیه فروپاشی که دولت اشرف غنی در چند ماه پیش براش اتفاق افتاد. خیلی جریان شبیه به اینه و یک فروپاشی بدون خونریزی که البته خونریزیاش بعداً باز اتفاق افتاد. مجاهدین به پیروزی رسیدن و حکومت کمونیستی بعد از 14 سال دقیقاً در یک روز بعد از تأسیس خودش سقوط کرد و مصادف با امروز بود، یعنی دیروز 7 اردیبهشت یا 7 سال بود روزی که حکومت کمونیستی به قدرت رسید و امروز 8 اردیبهشت روزی که دولت کمونیستی سقوط کرد و مجاهدین به قدرت رسیدن، که ما داستان ما مجاهدین را در برنامه بعد انشالله دنبال خواهیم کرد و خواهیم دید که بعد از اینکه مجاهدین به قدرت رسیدن باز کشور ما چی تحولاتی دید. در اونجا بعضی از جریان‌های جهادی و شخصیت‌ها و چهره‌های مجاهدین را هم معرفی خواهیم کرد، عکساشون رو خواهیم گذاشت و مسائل داخلی مجاهدین را هم کم و بیش خدمت دوستان در حد اطلاعات خودم البته بیان خواهم کرد. خب تشکر از همه دوستان عزیز به خاطر حضورشون در این برنامه و تشکر از جناب علی عطایی گرامی و سهیلا جان اطمینان و همه عزیزان دیگر. این برنامه کشور خورشید را ختم میکنیم و در برنامه بعد به حکومت مجاهدین و تا حدودی معرفی جریان ها و چهره های مطرح در بین مجاهدین خواهیم پرداخت. تشکر از همه دوستان عزیز ما. خدا حافظ همه عزیزان تا برنامه بعد. همگی خسته نباشید.